مدل سازی انتقال حرارت و جریان دوره ای. بسیاری از کاربردهای صنعتی نظیر تولید بخار در بایلر یا سرد کردن هوا در سیمپیچ کولر می توانند به صورت جریان حرارت دوره‌ای ای دو مدل شوند این مثال نشان می دهد چگونه یک مسئله انتقال گرمای دوره‌ای را در یک مش از پیش تولید شده تنظیم و حل کنیم. به دلیل تقارن مخزن تیو و دوره بودن ذات جریان در ژئومتری مخزن تیو با اعمال تقارن به مرزهای خارجی تنها بخشی از ژئومتری در فلوئنت مدل خواهد شد. مش حاصل شده از یک مدل دوره‌ای با تقارن تشکیل شده است. در مثال، مرز ورودی به صورت یک ناحیه دوره‌ای تعریف خواهد شد و مرز جریان خارجی به صورت سایه آن تعریف می شود. در این مثال فرض می کنیم که شما با ساختار منوی فلوئنت آشنا هستید. در نتیجه بعضی از گام های پروسه راهندازی و روش حل سریحا نشان داده نخواهد شد. حال به تعریف مسئله می پردازیم. این مسئله یک بخش دو یا تودی از مخزن تیوب را در نظر می گیرد. شماتیکی از مسئله در این شکل دیده می شود. مخزن متشکل از تیوب های با فواصل مساوی با قطر یک سانتی متر است که در مقابل جریان متقاطع مایع قرار گرفتند. مرکزهای آنها با فواصل دو سانتیمتر در راستای X و یک سانتیمتر در راستای وای از هم جدا شده است. عمق مخزن یک متر است. به دلیل تقارن ژئومتری مخزن تیو، لازم است تنها بخشی از دامنه مدل سازی شود. به دامنه محاسباتی توجه کنید. جریان جرمی با سرعت 500 کیلوگرم بر ثانیه به مرز ورودی مدول دوره ای اعمال می شود. دمای دیواره تیوب تی وال برابر با 400 کلوین است و دمای جریان متقاطع آب تی بی نهایت برابر با 300 کلوین باشد. ابتدا فلورنس را باز کنید. تودی را انتخاب کرده. ران را کلیک کنید. گام 1. گرید فایل مشه .msh را از مسیر پوشه سمپل و پوشه این فصل و این فیلم به داخل نرم افزار وارد کنید. گرید را چک کنید. از این مسیر استفاده کنید. گرید چک فلوئنس چک های مختلفی روی مش اجرا می کند و پیشرفت را در کنسول نشان می دهند. مطمئن شوید که کمترین حجم گزارش شده عدد مثبتی است. حال بگیرید مقیاس دهید. گرید اسکیل